به نظر من این توافق با ایران قدم بزرگی رو به جلوست و آمریکا مدت‌ها منتظر این زمان بوده. اگه نماینده من در کنگره نظر مخالف نظر من داشت، حتما باهاش تماس می‌گرفتم، البته نه به تنهایی بلکه گروهی. کسانی که در کالج هم نظرم هستن رو جمع می‌کردم و استدلالی که چرا فکر می‌کنیم این نظر باید تغییر کنه رو مطرح می‌کردم. من مدت هاست که روند این توافق رو دنبال میکنم و میدونم که خیلی ها به دنبال به هم زدنش بودن و الان هم عده‌ای در کنگره مخالفش هستن و به نظرم این توافق به ثبات کل خاورمیانه کمک میکنه. بر اساس چیزایی که میدونم و خوندم، من با این توافق موافق نیستم، چرا که مشکلات زیادی با کشور ایران وجود داره و فکر میکنم این توافق یک طرف است و بیشتر به نفع ایران تا آمریکا. و من هیچ چیزی در این توافق نمیبینم که بشه ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکنه، که در واقع اصلی ترین مشکلی است که در حال حاضر دنیا باهاش روبروه. راستشو بخواین من اصلا از این موضوع خبر ندارم و تازه دارم ازش میشنوم. من فکر میکنم ما حتما باید این توافق رو بپذیریم. توافق یک قدم به جلوست. ممکنه که راه حل نهایی نباشه، اما حداقل یک کاری داریم انجام میدیم. من هم اگه نظرم با نمایندم در دولت یکی نباشه، حتما باهاشون تماس میگیرم، ادهی رو که مثل خودم هستن رو هم جمع میکنم و نظرم رو بهشون میگیم. شخصا فکر میکنم مردم آمریکا باید این شانس رو به ایران بدن. الان سال هاست که این وضع هست و نمیشه اینطوری ادامه داد. این بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمیه.